عرض ادب و احترام دارم خدمت همه دوستان و همراهان عزیزم. امیدوارم هر کجای دنیا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید. من مهدی شریعتی هستم و در آخرین روزهای پاییز از ونکوور زیبا باهاتون صحبت میکنم. دو سه روز دیگه مونده تا سال 2023 تموم بشه و چپتر دیگری از زندگی ما به سر بیاد و چپتر جدیدی رو شروع کنیم. این بخش جدید موهبتی الهیه که خداوند در اختیار همه ما قرار میده. قبل از اینکه به موضوع امروز بپردازم، خودم رو برای اون دسته از عزیزانی که منو تا حالا ندیدن و برای اولین بار دارن ویدیوی منو میبینن بیشتر معرفی میکنم. بیش از 5 سال پیش به اتفاق خانواده و برای ادامه تحصیل بچه هامون از ایران مهاجرت کردیم کانادا. حدود 4.5 سالی رو در تورنتو زندگی میکردیم و دوباره 8 ماه پیش مهاجرت مجددی از تورنتو به ونکوور داشتیم. در تورنتو من بیزینس جدیدی رو شروع کردم و به عنوان سیلز پرسن در یک نمایشگاه اتومبیل شروع به کار کردم. کاری که برخلاف کارهای قبلیم اصلا هیچ ربطی به اونا نداشت و به خاطر موضوع کووید و تغییراتی که در دنیا به وجود اومده بود ناخواسته تو این سیستم افتادم و مجبور شدم دوره‌هایی رو بگذرونم تا بتونم در این زمینه فعالیت بکنم. با کسب تجربه حدود 4 سال اومدم اینجا و در ونکوور نمایشگاه اتومبیل خودم رو راه اندازی کردم و الان 6-7 ماهی هستش که نمایشگاه خودم رو دارم و خدا رو شکر دارم کم کم موقعیت مناسبی رو پیدا میکنم. در کنار این کار بیزینس آنلاینی رو حدود 1.5 سال پیش و در زمینه بازاریابی در شبکه‌های اجتماعی شروع کردم که دوباره این کار هم هیچ ربطی به تجربه، تخصص، سواد و دانش قبلی من نداشت و در حقیقت خودم رو در یک چالش انداختم و همزمان آموزش دیدم و همزمان کار کردم تا به عنوان یک منبع درآمد دوم از فرصتی که با آنلاین و موضوعات آنلاین در اختیار بشر قرار داده منم استفاده بکنم. و اما موضوع امروزمون سال جدید هست، فرصتی که خداوند در اختیار همه ما قرار میده. من میتونم سال جدید رو به یک سررسید یا یک تقویم جدیدی تشبیه بکنم که در آخرین روزهای سال دوستی به ما هدیه میده. خداوند یک تقویم 365 صفحه‌ای رو در اختیار ما داره قرار میده تا ما هر طوری که دوست داریم توش مطلب بنویسیم. اگر در پایان سال 2023 تو این 2-3 روز باقی مونده بشینیم و کارهایی رو که در سال جاری انجام دادیم و امروز تقریبا اواخرش هستیم بررسی بکنیم، میتونیم نقاط ضعف، قوت و موفقیت هامون رو واقعا لیست بکنیم و در چند سطر بنویسیم. اهدافی که داشتیم تو ذهنمون و شاید هیچ وقت رو کاغذ نیاوردیم رو میتونیم بنویسیم رو کاغذ و ببینیم چقدر به اونا نزدیک شدیم و چقدر از اونا دور شدیم. داشتن یک برنامه در زندگی و داشتن هدف مکتوب باعث میشه که ما مسیر رو گم نکنیم و کم کم به سمت اون هدفی که دوست داریم پیش بریم. 365 روز آینده رو میتونیم با خط خودمون خیلی زیبا و قشنگ در این سررسیدی که خداوند در اختیار ما داره قرار میده به خوبی یادداشت بکنیم. ما هر کدوممون که خارج از ایران هستیم بنا به دلایل بسیار متنوعی مهاجرت کردیم و یک چالش بزرگ رو در زندگی خودمون و در نسل خودمون به وجود آوردیم، کاری که به این راحتی هر کسی نمیتونه انجام بده. علتش هر چیزی ممکنه باشه، ولی در هر حال ما خودمونو در یک چالش بزرگ انداختیم. همه ما نیاز داریم که بتونیم خودمون رو اینجا ساپورت بکنیم و خودمون رو اینجا نجات بدیم و بتونیم کسب درآمد کنیم. کسب درآمد در خارج از کشور بدون داشتن نتورک و بدون خوردن خاک قطعا خیلی کار سختیه و من در طول 5 سال گذشته بارها و بارها به این نتیجه رسیده بودم که شاید اشتباه کردم، این حرکت رو انجام دادم و مهاجرت کردم.
کار سختی بود، ولی با این حال مقاومت کردم، تلاش کردم به اون هدفی که داریم و موفقیت بچه هامون بود هر طوری شده کمک بکنم و اینا رو نجات بدم و بتونم آینده درخشانی رو براشون بسازم. مهمترین دغدغه یه پدر مادر فقط بچه ها و موفقیت بچه هاست. بنابراین از انواع و اقسام ابزارهایی که خداوند در اختیار من قرار داده بود، دانش، سواد، تجربه و هوشی که داشتم استفاده کردم و سعی کردم زندگیم رو به اینجا برسونم. خدا رو شکر به اون هدف اصلی و اولیه‌ای که ما دنبالش اومدیم رسیدیم و ما سیتیزنشیپیمونو گرفتیم و الان شهروند کانادا هستیم. خب این برای من و برای بچه های من خیلی موفقیت بزرگی بود. این که در طول این 5 سال گذشته چه اتفاقاتی افتاد و چه مسائل بزرگی رو پشت سر گذاشتیم، واقعا همه شمایی که خارج از کشور بودید تجربیات مشابه من رو داشتید و میدونید که چقدر کار سختیه. بزرگترین چالشی که بشر در طول این سالها، شاید در طول 70-80 سال گذشته دیده به چشم خودش، که متاسفانه تمام مردم دنیا، اقوام ما، فامیلای ما و دوستای ما رو مورد هدف قرار داد، کووید بود که باعث شد همه ما در افسردگی فرو بریم، همه ما در لاک دفاعی فرو بریم، ارتباطات در دنیا بسیار بسیار پایین اومد و همین باعث شد که بشر واقعا بترسه. این امکان وجود داره حتی در قرن 21 که موضوعات جدیدتری نسبت به کووید هم به وجود بیاد. بنابراین باید آمادگی داشته باشیم. در قرن 21 امکانات بسیار زیادی برای بشر فراهم شده، ولی در این حال بشر شکننده است. بنابراین ما باید حتما همونطوری که داریم به سمت اهدافمون پیش میریم، از وقتهای آزادمون خیلی هوشمندانه استفاده کنیم و مهارت‌های جدیدی رو برای روزهای مبادا یاد بگیریم، روزهایی که نمیدونیم چه اتفاقی قراره بیفته. یکی از این مهارت‌ها مهارتیه که در حوزه آنلاین میتونیم ما به دست بیاریم. هیچ کدوم ما شاید سواد آنلاین رو نداریم و فقط به عنوان یک کاربر ازش استفاده کردیم، اما دنیای آنلاین بسیار بسیار توسعه پیدا کرده. در طول 40 سال گذشته که اینترنت وارد دنیای بشر شده، که البته بیش از 50 سال پیش کشف شد و راه اندازی شد، ولی حدود 40 ساله که به صورت عمومی در اختیار مردم قرار گرفته، 42-43 ساله. و در طول این 42-43 سال خود من شاهد بودم که چقدر پیشرفت‌های بزرگی داشته. چیزی رو که به راحتی در اختیار همه کس نبود، الان بیش از 5,800,000,000 نفر از جمعیت کره زمین رو به هم وصل کرده. و بعد از اون انقلاب بزرگی که در حوزه آنلاین اتفاق افتاد، سوشیال میدیا بود. همین پلتفرمی که من الان مستقیم دارم با شما در سراسر دنیا صحبت میکنم و بعضی از افرادی که مثل من فکر میکنن و علاقمند هستن دارن الان منو میبینن. این بزرگترین خدمتی بود که آنلاین و اینترنت تونست به بشر بکنه و ما رو به همدیگه وصل کرد و دنیای به این بزرگی رو به یک فضای کوچیکی تبدیل کرد که به راحتی همه آدما در کنار همدیگه میتونن با همدیگه به راحتی به تبادل اطلاعات بپردازن. با توجه به اینکه بیش از 70% از جمعیت فعال در اینترنت، در شبکه‌های اجتماعی مختلف و در سوشیال میدیا حضور فعال دارن، بهترین فرصت برای بشر به وجود اومده تا بتونه در این فضا به بازاریابی محصولات و خدمات خودش یا محصولات یا خدمات دیگران بپردازه. هر کدوم از ما در سال 2022، البته آمار 2023 که روزهای آخریش هستیم رو ندارم، ولی در سال 2022 هر کدوم از ما به طور متوسط روزی 151 دقیقه در فضای مجازی در سوشیال میدیا حضور داشتیم. یا داشتیم اخبار ناامید کننده میخوندیم، یا داشتیم فیلم میدیدیم، یا داشتیم عکس و فیلم دوستانمون رو میدیدیم و لایک میکردیم و در حقیقت خیلی به ما چیزی اضافه نمی شد، دانش ما رو بالا نبرد. بیاید امسال
این تقویمی که خداوند در اختیار ما قرار داده، این سررسید سفید 365 روزه‌ای که در اختیار ما قرار داده، یه بخش کوچیکی از این 151 دقیقه رو به فراگیری موضوع راه اندازی بیزینس آنلاین اختصاص بدیم. مهارت جدیدی رو یاد بگیریم و سعی کنیم که ما هم مثل خیلی از آدمایی که در دنیا الان دارن از این فضا پول در میارن، ما هم بتونیم یک کسب درآمد داشته باشیم. از این 151 دقیقه که بیش از 2.5 ساعت میشه، میتونیم مثلا روزی نیم ساعت اختصاص بدیم. 365 تا نیم ساعت حدوداً 180 ساعت میشه. 180 ساعت یادگیری و آموزش دیدن در هر نوع مهارتی میتونه ما رو خیلی خیلی از جایگاهی که هستیم به جایگاه بهتری ارتقا بده و ما رو به سمت اهدافی که داریم بیشتر نزدیک بکنه. یادگیری سوشیال میدیا و ابزارالاتی که این سوشیال میدیا در اختیار بشر قرار داده خیلی کار سختی نیست. الحمدلله با توجه به آموزش‌های بسیار خوبی که اخیراً تهیه شده و با زبانی بسیار شیوا و گویا و قابل فهم ارائه داره میشه، همه آدما با هر سطح دانش و تخصص و تجربه‌ای میتونن این کار رو یاد بگیرن و میتونن به موضوعاتی فکر بکنن که تا حالا فکر میکردن امکانش اصلا وجود نداره. مردم دنیا، خیلی از مردم دنیا هوشمندانه تر دارن پول در میارن. از ساعت 9 صبح تا 5 بعد از ظهر نمیرن سر کار. مدتی کمتری کار میکنن، وقت بیشتری رو در فضای مجازی میگذرونن و در فضای مجازی پول دارن در میارن. زندگیشون رو داره فضای مجازی میچرخونه و خیلی راحت تر در کنار خانوادهشون زندگیشون بسیار بسیار بهتر اداره میشه. من و شما هم میتونیم. من خدا رو شکر 1.5 سال پیش شروع کردم و از اینکه این کارو کردم خیلی خوشحالم. از اینکه دیر شروع کردم ناراحتم. آدم از کارهایی که انجام داده هیچ وقت ناراحت نیست. آدم از کارهایی که انجام نداده ناراحته. از فرصتهایی که از دست داده ناراحته. بیاید برای سال آیندهمون تو این 2-3 روز آینده بشینیم فکر کنیم، اهدافمون رو مشخص کنیم، اهداف قابل دسترسی رو یادداشت بکنیم و قدم به قدم، روزی یه قدم به سمت اونا بریم جلو. مطمئناً در پایان سال 2024 ما هستیم که خوشحال میشیم، چون 365 قدم به هدفمون نزدیکتر شدیم و زندگی بهتری داریم، آسایش بیشتری داریم و در کنار خانوادهمون بیشتر بودیم و بیشتر با اونا لذت بردیم. هیچ لذتی در زندگی بالاتر از این نیست که در کنار خانواده اوقاتت رو بگذرونی و از بزرگ شدن بچه‌هات، از موفق شدن بچه‌هات لذت ببری. این فرصت رو با استفاده از هوشمندی فضای مجازی از دست ندید. اگر دوستانی هستن که اطلاعات بیشتری در این زمینه نیاز دارن، میتونن در وبسایتی که زیر همین ویدیو قرار میدم، یعنی www.mahdishariati.com برن، اسم و آدرس ایمیلشون رو بگذارن. یک وبینار رایگان رو توصیه میکنم 2-3 بار ببینن، یک کاغذ بذارید بغلتون و سوالاتی که این وبینار براتون ایجاد میکنه در ذهنتون به وجود میاد اونا رو یادداشت کنید و با من در تماس باشید. در شبکه‌های اجتماعی مختلف هستم و حتی میتونید از طریق واتساپ +1 778 840 5671 برای من پیام بذارید و قطعا در فرصت مناسب با شما صحبت خواهم کرد. بعد از دیدن وبینار رایگان و گرفتن پاسخ سوالاتتون، اگر علاقه من بودید اون تقویم سال 2024 رو با قدم‌های قشنگی که به سمت یادگیری یک مهارت جدید می‌خواید پر کنید،
میتونید وارد یک دوره آزمایشی بشید و در این دوره آزمایشی با 0 تا 100 این بیزینس خاصی که من دارم انجام میدم آشنا بشید. ما با کمپانی‌های بسیار مهمی در دنیا داریم فعالیت میکنیم و همکاری میکنیم و محصولات و خدمات اونها رو از طریق روشی به نام اترکشن مارکتینگ داریم بازاریابی میکنیم و کمیسیون‌های خوبی میگیریم. شما هم میتونید این کار رو انجام بدید، فقط باید کمی آموزش ببینید. در کنار یک مربی و یک منتور آموزش‌های گام به گام قدم به قدم رو ببینید و کم کم با زیر ساختای شبکه‌های اجتماعی آشنا بشید. سرعت شما، سرعت پیشرفت شما و سرعت موفقیت شما و اینکه کی به پول میرسید و کی به درآمد میرسید بستگی داره از اون 151 دقیقه‌ای که دارید در فضای مجازی هر روز به بتالت میگذرونید چقدرشو استفاده میکنید برای یادگیری و برای ساختن زیرساختاتون در شبکه‌های اجتماعی مختلف. هرچی بیشتر بتونید از این 151 دقیقه وقت بگذارید مطمئناً با سرعت بیشتری و زودتر به کسب درآمد میرسید. نذارید خیلی دیر بشه و به مرحله برسید که به نون شب محتاج باشید و تازه اون موقع به یک منبع درآمد دوم فکر کنید. اون موقع فکر آدم کار نمیکنه و به یک کار فوری ضروری که همون شب 100 دلار براتون در بیاره نیاز دارید. این کار به درد اون موقع نمیخوره. این کار رو الان که آرامش فکری و روحی و روانی داری، الان که میتونی وقت بذاری، باید شروع کنی و کم کم زیر ساختاش رو بسازی و کم کم به منبع درآمد دوم دسترسی پیدا کنی و بعد اون موقع است که زندگیتون خیلی تغییر میکنه. امیدوارم در پایان سال 2024 من زنده باشم و دوباره بتونیم با همدیگه صحبت بکنیم و بتونیم تجربیات دوستانی که این ویدیو رو امروز دیدن یا در روزهای آینده دیدن و شروع کردن به انجام این کار با همدیگه این تجربیات رو به اشتراک بگذاریم و در موردش صحبت بکنیم و بگیم که داشتن هدف در زندگی و حرکت کردن به سمت اون هدف چقدر میتونه زندگی ما رو تغییر بده. از اینکه این ویدیو رو برای سایر دوستانتون که در خارج از ایران و افغانستان هستن میفرستید صمیمانه سپاسگزارم. این ویدیو میتونه براشون یک مسیر جدیدی رو در زندگی باز بکنه. متاسفانه این بیزینس از داخل ایران و افغانستان به دلیل تحریم‌های بانکی قابل انجام نیست. امیدواریم این مشکل برای اون دوستانمون در ایران هم حل بشه. ولی شما دوست عزیزی که داری از ایران این ویدیو رو میبینی، لطف کنید و این رو برای دوستان و فامیل هایی که در خارج از ایران دارید یا در خارج از افغانستان دارید این ویدیو رو بفرستید تا کمکی به اون افراد کرده باشید. خیلی ممنون از وقتی که امروز با من گذاشتید. به امید دیدار شما در روزهای آینده. خدا نگهدار.